در این روزهای پرهیاهوی شاد و شیرین که آکنده از خاطرات دلچسب است، اگر خیلی چیزها را فراموش کنی، به پنجشنبه آخر سال که میرسی یک چیز را فراموش نمی کنی. آن هم سفر کردگان دیار باقی است. امروز آخرین پنجشنبه سال است، روزی که طبق یک سنت دیرینه ایرانی به زیارت اهل قبور می روند. مزار کدوم عزیزتون هست؟ فرهاد فیاض بخش. فرزند بزرگم بوده، خواهرم. این که ما ایرانی ها رسم داریم پنجشنبه آخر سال سر مزار درگذشتگانمون میایم، علتش چیه؟ علتش اینه که به خاطر که یاد و خاطرهاشون رو زنده بکنیم و از یاد نبرده باشیمشون، به خاطر عید هم نزدیک یادش کنیم. مثل سال قبل کنارمون بوده، الان مثل امسال کنارمون نیست. حتی زمان تحویل سال سفره حفظی به یادشون هستی، هیچ وقت فراموششون نمی‌کنه. سال جدید میشه، میگیم که اونا هم همراهمون باشن، برای اینکه خاطرهاشون یادشون بیا و اینا، بعد برای اینکه یه رسمیه، فرصتی برای گذر از خاطرات عزیزانی که بین ما نیستند. چی کار میکنین برایشون که روحشون در آرامش باشه؟ چه صحبتی باهاشون دارید؟ مثلا خیرات میفرستیم بیرون و این چیزا. قرآن میخونم براشون، غیر قرآن خواندن و صلوات براشون میپرسم. موقعی که با هم بودیم خاطرهایی که داشتم هیچ وقت فراموش نمیشه از تو دل و قلبم. و یاد کسانی که برخی از آنها نه تنها برای خانواده که برای همه ملت ایران عزیزند. وقتی سر مزار شهدا میرید، حالا با توجه به اینکه سر مزار یک شهید خوشنام هستید، چی باهاشون زمزمه میکنید؟ خواستای دل خودم، گرفتاری های مردم. این مزار عزیزان ما، مزار کسانی هستند که رهبری زندگی ما رو با عنوان افراد الگو در طول عمر حیات به حساب عهده‌دار بودن و بهترین الگو ها میتونن توی زندگی ما باشن. یاد کردن این عزیزان با ذکرای الهی انسان رو به خدا متصل میکنه. پنجشنبه آخر سال یعنی گذشت یک سال از عمر و عبور از لحظه های تکرار نشدنی و فرصت هایی که میروند. پس فرصت ها را قدر بدانیم. رضوی، خبرگزاری صدا و سیما بوشهر.